من صراخنا ظلوا باتحاد. يا ريت نفرة نورك هو باتحاد. يا ريت نفرة نورك هو باتحاد. سال يوكري ملا سنا أذهننا دوا وتن وجود. ولوس منطقه کس تمام اهالی کس به امرای ما همکار باشند و همنوا باشند و مشاورت داشته باشند، به امرای ما در هر نوع شرایط باید همکار باشند. اگر این سرک ساخته شود، انشالله که ساخته میشه، بسیار سهولت زیاد ایجاد میشه، مردم از مسیرهای بسیار طولانی خلاص میشه. حال فضل خدا این سرک افتتاح شود، مردم بسیار اگر او وقت در نیم ساعت میرفت در او سرک خصبه، حال میشه که در دو دقیقه بره، در پنج دقیقه بره. این صاحبای شرکت وعده دادن که نفر کارگر کار شد، ما از سایه شما کارگر میگیریم. بسیار خوشحال هستیم، کلی هموطنان عزیز ما خوشحال هستند، هیچ کس اظهار ناراحتی نداره. ریاست محترم نایب 15 معاون صاحب و تمام رؤسایی که در این راستا کار میکنن، ما بسیار خیلی خوش هستیم، تشکر بسیار زیاد، خداوند خیرشان بده. ایشا خبر اعلامیه ده که مونږ د کابل ښار چیرې ته تغییر ورکو، او دا یو څلور پروژې مد نظر نیولې چې دا ټولې عملی کیدونکې دي او عملی کیږي په فضل خداوند متعال. او به همکاری امارت اسلامی افغانستان این سرک شروع شد، انشاءالله جور میشه، یک قسمت کاراشون هم پیش رفته. د شهید سلولار یو قصبې ترمن سرک چې د کابل لسترو پروژو بلل کیږي، عملنی کار پیل شوی دی. دا سرک نه یوازې دا چې د ډیرو کابل ښاریانو د تګ راتګ ستونزه به هواره کړي، بلکه د قصبی او شهید سلولاری ترمنس خارته لنډه لار هم ده چې د سیمې اوسیدونکو به آسانۍ سره خپل منزل ته رسیږي. دغه سړک نه یوازې دا چې د زورواکو له لورې یې منځ کې کورونه جوړ شوي وو، بلکې د ناوړه ویاړیو او لارو یې خلکو ته ډېرې ستونزې چکولې وې. د سیمې اوسیدونکي له اسلامي عمارته خوښ دي او وایي چې د دغه سړک په جوړېدو سره به تر ډېره بریده د دوی ستونزې حل شي. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند یکتا به همتا. بینندگان عزیز تلویزیون ملی افغانستان سلام، وقتتان بخیر. به یک دیگر از برنامه‌های آینه شهر خوش آمدید. بینندگان عزیز، خواستیم در این برنامه جریان کار سرک چهارراه شهید الا سرک قصبه را به تصویر بکشیم. در این اواخر کار روی این سرک آغاز شده و عملا شما می‌بینید که انجینر صاحبا مصروف کار هستند در این ساعه. اینجا همراه مسئولین، همراه انجینر صاحبا و همچنین اهالی منطقه صحبت میکنیم که چقدر خرسند هستند که سرکشان ساخته میشه و با چه مشکلات از این پیش مواجه بودند. و همچنین همراه نماینده شورای کابل هم صحبت میکنیم که این سرک چقدر هزینه برداشته و در چه مدت کاری سرک به اتمام خواهد رسید. امید است برنامه را تا پایان دنبال بکنید. منظم مخت زو مثبت مدیگا وطن. خب بیندگان عزیز، شما تصاویر از جریان کار را دیدین که کار به شدت در ساحه روان است و همچنان خوشبختانه که معاون صاحب ناحیه را هم در اینجا پیدا کردیم و اینجا آمده بودن به خاطر نظارت از کاری سرک. امرایشان صحبت میکنیم. معاون صاحب سلام، وقتتان بخیر و اگه خود معرفی هم بکنین به بینندگان عزیز. علیکم السلام، وقت شما بخیر. سراج الدین سعادتیار هستم، معاون نایب 15 مشاورلی کابل. آمدیم در قسمت سرک چهارراه شهید الا سرک قصبه. همیشه به طور دوامدار تیم نایب 15 تیم انجینری کس ما هم همیشه کس این سرک دید و بازدید میکنیم و خواستاری هستیم که این سرک زودتر جور شوه. این یک سرک مهم کلیدی که در ساحه ناحیه 15 است، چون که سابق مردم از چهارراه شهید 500 فامیلی میرفت، از 500 فامیلی که از طرف قصبه میرفتند بسیار یک مسیر دور بود و بیربار بود. به خاطر تنظیم به شهری و که به اسرای وقت همشهریان ما بتانه که در هر جایی برسه، با او خاطر که از مقام شهرولی کابل از عواید داخلی شهرولی کابل پلان طرح که در سال گذشته که استملاک سرک شد، الحمدلله فعلا کار عملشان در این سال جاری که جریان داره، انشالله تا ختم 1430 را امیدوار هستیم که سرک خلاص شوه و برای همشهریان ما کس
باز باشه و همشهری نمان از این ساحه رفت آمد بتانه. و دیگه در قسمت سر سبزش هم انشالله در قسمت گلدان های مبین سرگ هم گل کارده میشه و دیگه جویچه های ازی هم به طور استاندرد جور میشه انشالله که باعث آبروا و چیزایشان که از بمشریان محترم کابل ما خصوصا نوعی 15 و مزاحم نشوه انشالله با میار یک سرگ اساسی انشالله ساخته میشه. بسیار تشکر مهون صاحب، واقعا هم که از این پیش مردم با مشکلات بسیار زیاد روبرو بودن و مجبور بودن که به خاطر رفتن طرف قصبه از سرک 500 فامیلی گذر بکنن و از او را برن و یا هم از کنار سرک وزارت داخله که است از او را برن. نو آل این راه برشان اگر ساخته بشه با بسیار سهولت هایی روبرو میشن. چقدر شما خودتان افتخار میکنین و خوش هستین که در خدمت مردم هستین؟ ما افتخار همی داریم که ما با یک ملت مردم مجاهد پرور و مردم مظلوم که از خدمتگار هستیم، همیشه در خدمت همشهریان هستیم و دفاتر ما برایشان باز است که پیشنهادات داره، انتقادات داره، همیشه که ما پیشنهاد و انتقادشان میپذیریم. باعث به خاطر سهولت و بیشتر در این ناحیه خدمت میکنیم که تا اینکه برای مردم ما سهولت ایجاد شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم عبدالرؤف امیری است، وکیل گذر 12 دمی ساحل. خداوند متعال بسیار سپاسگزار هستیم که شاهد امنیت و بازسازی کشور هستیم و بالخصوص در یک قسمت که سالها مردم انتظار شده داشتن، مشکلاتی که در این ساحل بود در قسمت ترافیک سنگینی که وجود داشت، اگر این سرک ساخته شود انشاءالله که ساخته میشه بسیار سهولت زیاد ایجاد میشه، مردم از مسیرهای بسیار طولانی خلاص میشه، مسیر بسیار نزدیک، کم مصرف و ترافیک سنگینی که در این ساحه موجود بود برطرف میشه. یک موضوع و موضوع دومی که حقیقتش مردم امیدوار شده که حال در کشور ما بازسازی صورت میگیره و صادقانه مخلصانه و از جناب شاروار صاحب حقیقتا به نمایندگی از مردم صمیمانه تشکر میکنیم. خداوند توفیق بده برای همه مسئولین که شاهد بازسازی و امنیت کشور هستیم در ساحه که ما فعلا زندگی میکنیم. کوچایش هم خامه است، مشکلات داریم. پیام من انشالله شاروار صاحب میشنوه، توجه میکنه. گرچه همی هم پروژه جریان داره در مساحه، پروژه کوچه سازی و این پروژه سرک که بخیر پروژه حیاتی است، واقعیت چه بسیار جای شکر سپاس است. شما شاید در جریان باشید، در سال که در سال 1402 که پلان شد که ساحه استملاک شد، مردم بسیار استقبال کردن، افتخاری آمدن خانه را استملاک کردن، خانه خود مردم خودون چه تخریب کردن، سهر خودون چه عملا آماده کردن برای بازسازی. اینمی از همکاری مردم است، واقعا مردم سمونه همکاری کردن و بسیار خوشحال هستند به خاطر از اینکه همین وطن که ساخته شود برای کلگی سهولت، برای کلگی نفشی میرسه و مردم در این قسمت بسیار خوشحال است و پیامی که برای مردم خود داریم تا حالا همینطور که همکاری کرده و بعد از این هم همکاری کنه که شاید بازسازی کشور خود زیادتر بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما حاجی عبدالمنان نماینده مسجد قلوق با واسطم نوعی 12 گذری 15. این سرک افتتاح میشه انشاءالله. کاری ازی شما در جریان هستین که ماشینا کار میکنه و ای از برکت امی امارت اسلامی است که با مردم سهولت ایجاد میشه، بسیار مردم خوش است و از این سرک بسیار استقبال میکنه. از این پیش شما در جریان هستین یا همین چهارراه شهید مردم نیم ساعت انتظار میکشید، تراکم موتورا زیاد بود، ترافیکی بسیار وضعیتش نرمال نبود. آل فضل خدا این سرگ افتتاح شود، مردم بسیار اگر او وقت در نیم ساعت میرفت در او سرگ خصبه، آل میشه که در دو دقیقه بره، در پنج دقیقه بره. پس جای افتخار است، جای شکران است که امنیت است، بازسازی است، کار عملا جریان داره. ای ما بسیار خوش هستیم، این ما شاهد از این کار هستیم که سرگ کنه افتتاح شد. دور از ملاس برادر آمده بود اینجا افتتاح کرد، بسیار شما در جریان هستیم و مردم بسیار استقبال کردن. حال خوش هستیم ما که نمی چی شد دیگه، کار شروع شد. اینجا ما که استاد هستیم خانه بود، خانه ریاشی مردم بودن، پول خود گرفتن، بسیار خوش هستن.
مقدار پول دادن که کفایتش میشه. دیگه واقعیت میگم که مردم بسیار با افتخار با خوشبینی از امیجا کوچ کردن و این خانه خود خودشان تخریب کردن. پیام ما اینمی است که مردم ما بسیار شکرگزار باشن از امنیت، از باسازی که عملا جریان داره. یک جای بسیار شکران و افتخار است به ما. این پیام ماست و همکار باشه با امارت اسلامی، همکار باشه با این انجینر صاحبایی که کار میکنه یا کارگرایی که هست، با اینا مردم هم کار باشه. بس اسم ما شاه رسول رسولی است، وکیل گذر 13 ناحیه 15 شهر کابل. شما را خوش آمدید میگم دمی سایه سرک 45 متری که چهارراه شهید سرک قصبه وصل میشه. بخیر سلامت باشین. ما از اول کاری که این منطقه استملاک شده در جریان هستیم که شهروالی کابل، ریاست اراضی و ریاست استملاک، ریاست ناحیه 15 را در جریان قرار دادن و ما را ریاست ناحیه 15 احوال کردن یا احوال رساندن که این سایه است در سرک 45 متری چهارراه شهید در استملاک است. ما با اهلی مردم منطقه خود خبر دادیم و مردم استقبال کردند و انجینر صاحبایی که از اراضی آمدن، از ریاست استملاک آمدن، ما دوش به دوش از اونها خانه به خانه خانه رو متراج کردیم، همکاری کردیم با انجینرهای ناحیه 15 هم شد و مردم راضی بودن، هیچ کدام تشویش هم نداشتن. اعلامی که از طرف ریاست اراضی، ریاست استملاک آمد، ما شناسایی کرده صاحبای خانه را و اونها تصدیق کردیم و اینا پولایشان از دولت دریافت کردن. کدام ممانعت در سرکسازی و هیچ وجود نداره و ما خود ما و اهالی منطقه ما همکار هستند با دولت، با انجینر صاحبایی که در این کار میکنن و سرکسازایی که فعلا عملا کار میکنن. شب روز ما هم در خدمت هستند و هم در خدمت مردم هستند. تا فعلا خود که فعلا جویکنی از در سرک کار عملیه که به مردم نیاز شود تا هنوز شروع نشده، فعلا کارگرای خود شرکت کار میکنند. این انجینر صاحبای شرکت وعده دادن که نفر کارگر کار شد، ما از سایه شما کارگر میگیریم. هیچ کدام ناراضیت ندارند، همهشان خوش هستند به خاطر از اینکه قبلا یا در چهارراه شهید از موتر پیاده میشدند، تقریبا 15 دقیقه 20 دقیقه در خانهشان میمدند. حال فعلا سرک از پالی خانهشان رد میشه، خوشحال هستند، خوشبین هستند. پولای خانهشان این مردمایی که در استملاک رفت دریافت کردند، کدام تشویشی وجود ندارد. در خوشبینی و استقبال خیلی جایگاه دیگه جایگاه نداره. هر قدری که ما خوشبینی کنیم هنوز هم کم است. دیگه در قدم نخست از تشکری بسیار زیاد از جناب رئیس بناهی ما، جناب مهان صاحب بناهی ما، از سطح رهبری مقام شهروالی کابل تشکری بسیار زیاد میکنیم که خداوند عزت نصیبشان کنه، خیر ببینن. واقعیت که یک رهبری دلسوز از یک مسئولین دلسوز هستن. بسیار وقت ها ما انتظار می سرک داشتیم و کل دوستان و همتنان عزیز ما که در ساحت زندگی می کردن با امید همه تو یک روزی بودن که الحمدلله از برکت این همی مسئولینه که فعلا جناب مانسه به ناحیه در پالی مؤسسات در هر شرایط در پالی مؤسسات بودن، الحمدلله از برکت ما به این ارمان و مقصد خود رسیدیم. خدا عزت نصیب کنم. بازم امیدوار هستیم که جناب مقام شهروال صاحب، بلخصوص شخص خود شهروال صاحب و رئیس بناهی ما، مهندس بناهی ما، باز هم در دیگر نقاط ما توجه بکنن که دیگر دوستای هم که در حالت امطور یک انتظار هستن، انتظار مردم به پایان برسانن. دیگر بسیار خوشحال هستیم، کلی هموطن عزیز ما خوشحال هستن، هیچ کس اظهار ناراحتی نداره. مکاتب هم نداریم در این ساحه، مساجد است دیگر خوب است، لیکن مکاتب نداریم، کلینیکات نیست.
دیگه ما پیشتر مردم نمی عرضه کردم که توجه مسئولین ما رو بازم خواهان هستیم که در این محلی که ما بسیار مردم مظلوم بیچاره هستیم سر ما مردم توجه بکنن و ترحم بکنن ما را از اینمی نعمتایی که الله بر ما عطا کرده ما را بهرمند بسازن. کلینیک واقعا ما اشد ضرورت داریم، اگر یک مریض اینجا پیدا میشه یک کلینیک داریم در لیسه مریم هست یا در شار میبریمشون و همچنان مکاتب هم یکی دو لیسه که در اینجا هست همچنان کفایت نمیکنه. دارالحفاظ هم در بستن آیه 15 به نظرم دو دانه دارالحفاظ داریم، یک تا در کوچه 14 است، 14 گذر 19 در این ساحه هیچ دارالحفاظ رسمی ما نداریم. یک مدرسه هم در کوچه 2 گارد است که اونا هم بسیار گنجایش کم دارن، تعداد شاگرد زیاد است، مردم علاقمندی به دروس تعلیم دینی بسیار زیاد دارن اما گنجایش نداره. در او عرصه هم توجه مقامات خود خواهان است. نام ناجی سردار محمد است، وکیل گذر 14 نایه 15 سایه خوشبغرای کونه دو جنبه. دیگه ما از سرکی که فعلا افتتاح شده در طور سالهای متمادی تقریبا 40-45 سال پیش آوازی سرک بود و در طول 45 سال سرک کار هم عملی نشد. حال فعلا که کار سرک عملی شده ما از در قدم اول از امارت اسلامی افغانستان، در قدم دوم از شاروال محترم کابل و در قدم سوم از ریاست محترم نایه 15 معاون صاحب و تمام رؤسایی که در این راستا کار میکنن ما بسیار خیلی خوش هستیم. تشکر بسیار زیاد، خداوند خیرشان بده. این سرک بسیار سرک مثل یک شارک است، مسئله بسیار حیاتی داره، چرا که در زمان قدیم قدر این سرک 4500 فامیلی یا سرک اوشناسی زیاد ازدهام داشت، زیاد بیروبار بود، مردم بسیار دچار مشکل بود و دیگه سرک هایی که سرک کوتل خیرخانه، سرک میدان وایز و دیگه سرک هایی که امارت اسلامی زیاد فعالیت کرده، خدا خیرش بده. ما در پالیش هستیم، ما همکار هستیم، کمک میکنیم، اواید صفایی را، اواید دکان ها را، مالیات را تمام شما هر شب و روز کار میکنیم، جمع میکنیم، همکار امارت اسلامی هستیم، همکار نایه هستیم، همکار نایه خود هستیم که بعدر این سرکار ما با جوریم که این پیسه را که مردمان ما بازی مردم در خانه میگه والا پیسه را ما جمع میکنه با ما کار نمیکنه. او برادر این سرک که جور میکنه خدای این سرک هم برادرت میره و هموطنت میره و سهولت شده با مردم کار شده آبادی میکنه. در طول 45 سال میلیاردها دلار از خارج بخش ما شما آمد، هیچ کاری نشد. مگم فعلا که به ما شما میبینین که از اواید داخلی خود ما شما هست و یک رو پم از خارج نمه، ما شما میبینین که عملا کار جریان داره، سرکا جور میشه، بسیار سهولت شده به مردم ما شما. سرکی که کار از این افتتاح شد ما از این خیلی خوش هستیم و اظهار رضایت و سپاس می نماییم. از همکاری شاروال صاحب محترم، ریاست نایه 15، معاون صاحب نایه و تمام اندرکارانی که در این راستا کار می کند. دیگه از شرکت قراردادی هم خواهش مندیم که امی سرک هم مثل از این که برای خانه خود کار کند، بسیار ای سرک خوب و میاری با کمال اخلاص کار کنه که داینده دایی سکتگی رو نمانه شد. و همچنان از اهالی منطقه خواهش مندیم که نمه قدره که تابال همکاری کردین در رسی استملاک و در رسی تخریب خانهایشان که خانه را واگذار به سرک نبودن، باز هم در حفظ مراقبتی سرک مثل نینیگه که چشم خود از این مراقبت کنن. قدرمن لیدونکو، تاسو د دغه سرک چاري ویلدل چې کار ډیر چټکی سن روان و او تر څنګه د خلکو خبرې مو هم اوریدلې. اوس لمونږ سره دلته انجینر صاحب ولاړ دل، دوی سره خبرې کوو چې د دغه سرک کار څنګه روان دی او کارونه تر کوم ځای پورې پرمخ تللی دی. انجینر صاحب ډیر زیات ښه راغلاست درته وایم. په لومړي قدم کې که لیدونکو ته خپل ځان ورپېژنئ. ژوندی اوسئ، مننه. زه محمد شریف شرافت تخلص کوم، سرکچر انجینر د همدغې پروژې د شاروالۍ پروژې چې د چارۍ شهید نه شروع کیږي او د قصبې سرک پورې وصلیږي. ډېره زیاته مننه. واقعیت د خوشحالۍ ځای ده چې زمونږ خپل افغانان وروڼه او خپل افغانان په دغسې لویو پروژو کې برخه اخلي او دا پروژې پر مخ وړي.
همچنان مونږ ته د افتخار ځای ده چې په دې تیر اخر کې یعنی واقعا دا پروژه شروع شوی دی په کابل کې د شاروالۍ یو د شا خبر اعلامیه ده چې مونږ د کابل ښار څیرې ته تغییر ورکو او دا یو څو پروژې مد نظر نیولې چې دا ټولې عملي کیدونکې دي او عملي کیږي. یوه دغه د پروژو څخه همدغه پروژه ده چې ډېره لویه پروژه ده چې یو څو ورځې مخکې ملا برادر اخوند راغی زموږ پروژه افتتاح کړه او موږ د خوشحالۍ ځای ده او د افتخار ځای ده چې دې پروژې د شاروالۍ عملا کار شروع شو. ډېره زیاته مننه. که دا راته ووایي انجینر صاحب، دغه پروژه دا ټول معلومات چې له تاسو سره دي له خلکو سره زموږ لیدونکو سره شریک کړئ چې کارونه چېرته پورې مخته تللي دي او دا پروژه کومې کومې برخې لري؟ ښه خبره ده، اجازه راکوي چې زه دا پروژه د شروع نه تشروع کړم. نو دا پروژه د چرایي شهید نه شروع کیږي، دا سرک د قصبې هغه سره سرک سره وصلیږي. دا سرک 2 کیلومتره طول لري، 15 متره عرض لري. دا سرک څلور طبقې لري، سب ګرید لري، سب بیس لري، بیس کورس لري، او بینډر کورس لري، او ویرن کورس لري. او دا سرک هر طبقه یعنی ښه قوي ډیزاین شوی ده، دا ډیزاین شاروالۍ کړی ده چې سب ګرید مونږ 95 کمپکشن ورکو. پس هغه نه چې سب ګرید کمپکشن مونږ ټیسونه پاس شي، اف ډی ټی ټیسونه اخلو، مونږ ته لیارې بادي چې هغه سب بیس ده هغه په 15 سانتي په مخته باندې ډیزاین شوی. سب بیسونه ډېر کمی زخمتونه دلته، ځکه چې د هایوی سرک ده او د معیاري سرک جوړیږي. 15 سانتي د دې مخته ډیزاین شوی ده او دا 15 سانتي مونږ لیار په لیار کمپکشن ورکو او تر څو چې شپږ نوي اف ډی ټی کمپکشن ټیسټ پټي کې ورکو چې مطمئن شو بیس کورس شروع کیږي. بیس کورس هغه طبقه ده چې اساسي طبقه ورته ویل کیږي، د سرک اساسي طبقه چې د قیر نه لاندې طبقه ده هغه بیس کورس ده. قیر مونږ په دوه لیه کې اچو، یو بینډر ده، یو ویارنګ ده. او د دې سرک تر څنګه یو ویاله مد نظر نیول شوی دی چې 90 سانتي عرض لري او 1 متر ارتفاع لري، د بیډو د سلابو دغه سره ګلدان د سر سره. نو دا سرک د ویاله د ډبل جال سیخ بندي لري، د دې لپاره چې ډېر قوي هغه ډیزاین شوی ده او 15 سانتي عرض د دې دیوالونه مد نظر شوی او ډبل جال سیخ بندي مد نظر نیول شوی ده. ډیزاین داسې مد نظر نیول شوی چې 2 متره بعد یو اوپننګ، 1 متر اوپننګ مد نظر نیول شوی ده. د دې تر څنګ بایسکل راو ده چې 1 متر 30 سانتي ده، هم د کانکریټ پټ اور ده چې ولکیږي، ډېر ښایسته فینیشنګ ورکول کیږي. او د دې تر څنګ بیا ګرینیریا ده 1 متر 30 سانتي، سایه سبز ده او د سایه سب نه اخوته 4 متر سایډ واک مد نظر شوی. سایډ واک مونږ د دریو هغه نه تشکیل شوی ده، کارټون ده، ګیسټون ده او انټرلاک ده. د دوی مقاومت ډېر شیم به مونږ مد نظر نیولای، یعنی ډېر قوي کوالټي په دې کې مد نظر هغه شوی ده. دا کانکریټي خښتې دي چې بیرون جوړیږي، پری کاسټ راوړل کیږي او ډېر سانتي ارتفاع لري، 80 سانتي طول لري. او په زمین کې د دې د سرک دغه لپاره د شپې له طرفه لایټ پول مونږ مد نظر نیول شوی ده، چې لایټ پولونه د سرک د روشنداز ورته وایي. په هر 100 مترو کې لایټ پول مد نظر نیول شوی ده چې د شپې له طرفه باید دا سرک داسې روښانه وي چې ډېر یو ښایسته پیدا کړي. درې هغه یو په سینټر کې ده، یو په یو بغل کې ده، بل په بل بغل کې ده، یعنی په یو هغه مسیر په یو هغه کې درې لایټ پول مد نظر نیول شوی دي. مخکې د نه چې مونږ دا سرک شروع کړو، د سرک کې دا په دې منطقه کې 411 کورونه زندگی کوله، تعمیرونه ول، پاخه پاخه دغه کورونه ول. او د دې ته د کورونه لپاره دولت لخوا استملاک شول، د خلکو ته د ځمکه او د جایداد پیسې ورکړې، د تخریب پیسې ورکړې. او دوی ته ویل چې دا تاسو کورونه خپل تخریب کوي، چې تاسو چې دا سرک دې نه غشي. او دا خلک ډیر خوشاله شو، د خپل تخریب پیسې واخستې، د ځمکه پیسې وعده ورکړ شو او ورته هغه شو او د کورو ته هغه سرک ته اجازه ورکړه چې دوی د کورو د پاسه سرک جوړ شي. او په ډیره خوشاله، په ډیره مینه خپل کورونه په خپل وران کړل، هغه موږ خاورې انتقال کړې، یعنی په خپل وران کړل، آبادی پیسې واخستلې او اجازه ورکړه سرک د دې مسیر څخه تیر شي. جناب محمد رحیم یکی با شنده شهر کابل یکی از کارگرای سرک سازی، خیلی خوش هستیم فهمیدی دیگه به حساب به کار بودیم، به کجای کاروبار نبود دیگه، بلند که دمیجا آمدیم یک موز کاروبار هم ایتا خوش هستیم، هستیم شرکت هم خوش هستیم، هستیم دولت هم. مردم منطقه بسیار خوب هستند دیگه، سرکشون خوصا و خودم سرک ما جور میشه فهمیدی، از لب سرک تا ایجا در پایین قرار میرسیم، بسیار خوش هستم، مردم منطقه هم قطعی و رفتار خوب میکنم. اسم مولا حضرت نور احمدی، رئیس شورای گذر 12 و همچنان نماینده عمومی مسجد نوراسلام که در این موقعیت
واقعی است. این همینجا آرزوی سرک را همه اهالی گذر 12، گذر 18، 19 و 15 همه یا این را آرزو داشتن که سرک شروع شد و سرک جور شد. به فضل خداوند متعال و به همکاری امارت اسلامی افغانستان این سرک شروع شد. انشاءالله جور میشه، یک قسمت کاراشون هم پیش رفته. از تمام همشهریان خود خواهشمند هستیم که در قسمت تنظیف صفایی، در قسمت پاکاری ساحه، در قسمت سرسبزی و در قسمت حفاظت نگهداری ساحایی که بسازی میشه، ای است که یک همکاری مردم است. وقتی که مردم به ما همکار نباشه هیچ کاری کرده ما نمیتونیم. اینم است که همکاری مردم است که در قسمت حفاظت از اینا همراه ما بکشن و ما کس کوشش کنیم که یک ناحیه مرفع و بسیار به طور خوب داشته باشیم که یکی از وقت زمان میشه که کامیابی ما به دست میاد که اولوس منطقه که از تمام اهالی که از بمرای ما همکار باشند و خواستار عزیزیم که در بخش های سرسبزی، در بخش های سرکسازی و در بخش های تنظیفی و پاکی شهر که از شهر ما خانه ما باید اینا همکاری بمرای ما داشته باشه و خرسند باشند به خیر سلامت باشیم. پاهر لوری مورغی جیت سرکونا دا وطن وطن جوڑا. قدرمن لیدون کو تاسو دا چرای شهید سخنی ولی تر قصبه سرک پوری دا جوڑیدون کی سرک چاری ولی دلی تاسی گوره چه عملا پا دا غسیمه که کار روان ده انجینر سایبان پا چرتکی سر دالتا کار که او هم دا غسی دا مسئولین و خبری ما هم واردلی دا کابل خاروالی خبری ما هم واردلی انشالله چه راتلون که کال که بعد دا سرک پرانستل شی او کارونا بای ختم شی او انشالله چه دا غسیمه دا غ منطقی خلق با دا غ سرک خگرت بورتا کدی او خلق لپاره با دیر زیاد سهولتون را منست کدی دا خار هنداری خپراونه تر هم دا غزای پوری و تر بلی خپراونه تاسی پلیو میرابان رب سپرو هرچی هست کامیاب و بریالی ورسید.